چرا بعضی موقع ما تفیلا خوندن برامون کمی مایوسانه میشه، دلمون نمیره به هشم تفیلا بخونیم، دیگه مایوس میشیم، میگم آقا چقدر ما تفیلا بخونیم، چقدر دست به دامن هشم بشیم، چقدر گریه و زاری، چقدر اصلا مایوس میشیم. تا حالا پیش اومده از تفیلا خوندن مایوس بشیم؟ بله. چه موقعی؟ چون میخواندن اینکه ما تفیلا رو وسیله قرار میدیم نه هدف. فکر میکنیم که تفیلا وسیله است که ما اون چیزی که میخوایم رو بهش برسیم. فکر میکنیم هشم وسیله است که اون چیزی که ما میخوایم رو بهش برسیم. هدف هشمه، تفیلا خوندن هدفه. بعد به هشم بگیم هشم من میدونم اگر این موضوع برای من پیش اومده، تنها دلیلش که من رو به تو نزدیک بکنه، تنها دلیلش اینه که من تو رو تو زندگیم دخالت بدم، اینکه بیشتر به تو رو بیارم، قدرت تو رو تو زندگی خودم بهتر درک بکنم. موقع که تفیلا میخونیم، من برای فلان و فلان و فلان تفیلا نمیخونم هشم، میدونم اینا از خودشون هیچ قدرتی ندارن، مریضی، بیپولی، نمیدونم هر چی اسمشو بذارید، خطر، هر چی اسمشو بذارید، اینها از خودشون هیچ قدرتی ندارن، اینها فقط اومدن انسان رو به هشم نزدیک بکنن. موقعی که به هشم بگیم هشم تنها دلیلی که من دارم تفیلا میخونم این که به تو نزدیک بشم، ولی اینها باعث شدن که من به تو نزدیک بشم، کمکم کن که با آسونی، با سیمها، با راحتی، با نشاط، با رفاه به تو نزدیک بشم، هشم میفهمه که ما به منظور پی بردیم، اینا رو از ما الیمینیت میکنه. اما تا مادامی که ما فکر میکنیم چوب دستی است که داره معلمه به ما میزنه، نه معلمه، کاری به معلمه نداریم، هی میگیم چوب دستی نزن، هی از چوب دستیه ترس داریم، نه از خود معلم، رو نمی کنیم به معلم که چوب دستی دستشه، بگیم معلم I'm sorry please، فهمیدم، به حرفت پی بردم، به قدرتت پی بردم، موقع است که دیگه چوب دستی میره کنار، دیگه معلم کاری به چوب دستی نداره، جای چوب دستی چی میگیره؟ هدیه میگیره. موقع است که به ما یه هدیه میده، نمره میده یا پوزیشن میده. اصل اینه که انسان بدونه هر اتفاقی که در دنیا میفته همش وسیله است که ما به هدف با اون چیه؟ هشم نزدیک بشیم. به همین دلیل در پاراشای توخاخوت، در پاراشای این به حکوتای هشم میگه، میگه اگر با من امتلخ ایمی بکری، اگر با من تصادفی برید جلو، بگید هر چیزی تو زندگی تصادفیه، اکسیدنت is coincident، آقا ما خوب داشتم اونجا رد می شدم، برای همه اینجوری پیش اومد، برای منم پیش اومد، who said که آقا از جانب هشمه، who said که هشم میخواد با من یه مسیجی رو بگه. موقعی که ما همه چیز تصادفی و طبیعی جلوه بدیم، هشم میگه اوکی، تو پاسو میگه منم با شما بیشتر تصادفی میرم جلو، بیشتر طبیعی میرم جلو و نمیگذارم که شما متوجه بشید. اما هر چقدر آن واحد زودی متوجه بشیم که هشم I know this is from you، این از جانب تو اومده هشم، میدونم که چرا این مسیج رو برای من فرستادی، I got it، thank you، اون موقع است که هشم خودش این چوب دستی رو میبره کنار و چه بسا میتونه به ما چی جایگزین بکنه؟ یه هدیه.